عزیزان بی همتا، سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز علاقمندان به فوتبال. خیلی خوش اومدید به آخرین ویژه برنامه از جام ملت‌های آسیا. منصور جان سلام، وقتت بخیر. سلام می‌کنم خدمت همه شما بیننده‌های عزیز، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه در هر جای دنیا که هستین. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و همیشه دلتون پر از نور و امید باشه نسبت به آینده. اتفاقای خوب خواهد افتاد. جام ملت‌های بعد 2023 2024 قطر امروز تموم میشه. یه حسرت بزرگ بر دلم بازم گذاشت و الان دلم داره میسوزه. بالاخره اردن و قطر چرا باید فینالیست باشن دوستان؟ فهم از تو بگو چه شد؟ هیچی. به نظر من بازیکن خیلی اشتباه کردن. خب ببین، تو بعض وقتا یه جایی یه حرف نسنجیده میزنی، خب کار دست خودت میدی. به نظر من اگه بازیکنای ایران میگن که یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینه که تو هر جایی میری صحبت میکنی باید سعی کنی همه رو داشته باشی. بعضی وقتا تو ممکنه با یه صحبت نسنجیده کار کنی، قلب یه عده به درد بیاری. خب به نظر من یکی از چیزهایی که باعث شد خیلی شدید ضربه بخوره توی این مقطع تیم آقای قلعه‌نویی تو جام ملت‌های آسیا، صحبت نسنجیده که به خصوص علیرضا بیرانوند انجام داد، این باعث شد که مردم یه مقدار ناراحت بشن از بابت این صحبت. تو نگاه بندازی ژاپن رو که ایران برده و همه خوشحال بودن، خوب ولی بعد از اون اتفاقاتی که افتاد همه چیز از هم پاشید، خیلی بد شد. یعنی فرامرز به ژاپن، مثلا ژاپن رو ببری بعد بیای به قطر ببازی در شرایطی که با یه گل هم جلو افتادی. من یادت قبل بازی گفتم بازیکن‌های ما باید ذهنیتشون این باشه که یکی شقب افتادن و وارد زمین شدن. اگه با چنین ذهنیتی پیش می‌رفتیم انقدر خودمون دست بالا هم نمی‌گرفتیم. اصلا شاید اون گل زود هنگام سردار آزمون اگه به ثمر نمی‌رسید خیلی برای ما بهتر می‌شد. واقعا غم بزرگی شد برای ما و بازیکن‌های ما از یک طرف، مردم ما از یک طرف دیگه. واقعا ناراحتیم از این ماجرا. واقعا امروز داریم برنامه رو اجرا می‌کنیم ولی خیلی غمگینیم دوستان، باور کنید. ما نه، من تکذیب میکنم، من هیچ گونه حس خاصی ندارم. منصور از جانب خودش میتونه بگه، بچهای دیگه هم که الان بهتون دارم صحبت میکنم، از تصویر بردارم بچه که تو رژی هستن هیچ گونه حس خاصی ندارم، نه خوشحالم نه ناراحت، نظری نداریم در این مورد. والا من که خودم قلبم خیلی ناراحته دیگه، خودت میدونی دیگه. واقعا آخه ببین، این همه پتانسیل، ما آماده ترین تیم برای قهرمانی داشتیم تو این رقابت. حتی شرایط هم خیلی خوب فراهم شده بود. دفعه قبل یه تیم گردن کلوف مثل کره و ژاپن و عربستان بودن روبروی ما برای رسیدن به قهرمانی، همه اینا کنار رفته بودن. قطر تیمی نبود. از طرف دیگه اردن هم فکرشو بکنی، اینا اصلا تیمی نبودن جلوی قهرمانی ما رو بگیرن. ولی خب دیدید دیگه، قطر گرفت و چقدر هم بدم جلوی قهرمانی ما رو گرفت. گرچه حالا یه سری حرف و حدیث ها هست، حالا البته دیگه فرقی نمی‌کنه، امروز بازی فینال رو برگزار میشه. خدا رو شکر اتفاقاتی افتاده تو این قضیه وی آر و اینا، ولی حالا ببینیم که چی. خدا رو شکر تو این دوره ایران قهرمان نشد. تو ایران سوریه باورتون نمیشه، ایران سوریه رو پنالتی‌ها حذف کرده بود. خب آنچنان منصور داشت اینجا گریه میکرد تو استودیو، باورتون نمیشه. خب یعنی خوراکش یا آهنگ سالار عقیلی بود میذاشت کنارش پخش میکرد. خب در این حد منصور داشت چیکار که گریه میکرد تو سوریه. من واقعا بیشتر خیلی دلم میخواست که ما قهرمان بشیم. ما بالاخره افتخار ملی ماست دیگه، صده های بعد هم خواهد بود ما اینجوری در نظر بگیریم. این افتخار ملی ما خواهد بود، یعنی داشت میشد و نشد متاسفانه. کاش مثلا فکر میکردم بازیکنای ما، ببین من فکر میکنم یه سری کمکاری کردن تو، این شکی نیست. مثلا من انتظارم خیلی از آقای بیرانوند زیاد بود، یعنی به عنوان دروازه‌بان که خودت هم بهترین دروازه‌بان آسیا میدونی، آقای بیرانوند خیلی باید بهتر عمل میکردی، مخصوصا رو اون گل سوم. یعنی چی؟ دوباره همون فریب بازی با ژاپن تو 2019 هم خوردیم، داور ببینیم میگیره یا نمیگیره. شما اگه زودتر میپریدی شیرجه رو بهتر میزدی گرفته بودی. شما چیکار داری که آفساید شده یا نشده؟ یا آقای طارمی، من واقعا انتظارم خیلی زیادتر بود. بالاخره تیم ما به تو خیلی تکیه کرد. بازی با ژاپن شما نبودی، ما خیلی خوب بازی کردیم، ولی موقعی که اومدی تو بازی با قطر ما گفتیم حتما یه چیز باید تغییر پیدا کنه، ولی واقعا تغییر پیدا نکرد. من خیلی نکته مهمی بود گفتم اون بیرانوند، اتفاقا من از اون نکته خیلی مهمی بود. مثلا به بیرانوند یه نقدی که به نظرم خیلی وارده بس عملکردش، دقت کردی؟ 6 تا بازی 7 گل خورده. بعد تو بازی با قطر 3 تا بخوری. از قطر 3 تا گل بخوری. واقعا تحقیرآمیزه. از ژاپن می‌خوری من حرف نمی‌زدم آقای بیرانوند، ولی اومدی تو بازی با قطر این گلا رو خوردی. من چه جوری بگم؟ خیلی از مردم معلوم ناراحتن، خیلی غمگینن. این همه سرمایه اونجا خرج شده برای اینکه شما برید اونجا بهترین عملکرد داشته باشین. ولی ما تمدن داریم توی قضیه فوتبال. ما ساده نیست تیم ما رو شما با قطر و عمان و نمی‌ذارم اردن یکی نگیر. منصور جان می‌دونی مشکل کجاست به نظر من؟ مشکل اینجاست که بازیکنایی که توی تیم ایران بازی می‌کنن نمی‌دونن کی دهنشون رو ببندن. این موضوع به نظر من خیلی موضوع مهمیه. ببین الان علیرضا بیرانوند اومده
بعد از شکست جلوی قطر گفته که ما بهترین نسل تاریخ فوتبال ایران بودیم. یعنی جا داره یه اشاره بکنم اون طرف که میگفت آقا جدی میفرمایید، خب احساس کردم یه جدی میفرمایید بودش، خب که آقا مثلا ایشون میگه که آقا ما بهترین نسل تاریخ فوتبال ایران هستیم، بعد شما بهترین نسل تاریخ فوتبال ایران هستی، علی دایی و خداداد عزیز تو اون مقطع زمانی کجا برن؟ علی کریمی قبل از اون بازیکنای محشری که بودن، قبل‌تر از اون بیم حسن روشن، آقای کرانی، آقای ناصر حجازی، منصور رشدی تو یه دوره تیم ایران قهرمان جام ملت شده، از بازی گروهی تا فینالش همه بازی رو کلینشیت کرده. اگر اونها بهترین نسل تاریخ تیم ملی ایران نیستن، خب پس شما در چه جایگاهی هستی؟ خب من فکر کنم اونها باید لجند و اسطوره باشن که شما اصلا جز دایره مثلا مقایسه آدم ها بخوای انتخاب بشه. اصلا خیلی به نظر من صحبت های نسنجیده است. خب ببین من واقعا میگم فوتبالیست های ایرانی نمیدونن کی سکوت بکنن. خب یک دهان بسته بعضی از مواقع خیلی بهتر جواب تا حرفی که بخوای گفته بشه. خب حرفای نسنجیده که ما بارها و بارها میبینیم مطرح میشه. خب علیرضا بیرانوند به عنوان بازیکنی که داره تو سطح ملی بازی میکنه، یکی از چیزایی که باید به جای کری خوندن مسخره، حرفایی که بخواد خودشو خراب بکنه، بهتره بعضی وقتا آقا سکوت بکن. تو مگه نمیگی من میخوام برای فلان تاریخ بیام با قهرمانی برگردم تهران؟ خب اوکی، خب سکوت بکن، کارتو در عمل انجام بده، نتیجهشو به دیگران نشون، نه اینکه بگی این کارو میکنم. به تجربه سالش کسایی که میگن این کارو میکنم آخر سر هیچ کاری هم نمیکنن. خب این موضوع خیلی مهمه. بهتره از قدیم گفتن که آقا چیه، میگن به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. آقای بیرانوند بعد این فرم از تو بازی نیمه نهایی، آقای بیرانوند ما خیلی انتظارمون زیاده، شما میدونی این بازی ببری میری فینال قهرمانی، افتخار خیلی بزرگی برای تیم ملی کشوری. حالا ما که سابقه قهرمانی داشتیم خیلی هم بهتر میشد، اون حسرت 50 ساله هم میرفت، ولی شما نتونستین این کار، نتونستین انجام بدید با این همه بازیکن با کیفیتی که ما توی ترکیبمون داشتیم، ما نتونستیم مهم رو محقق بکنیم. چرا شما با تمام توانایی خودت داخل دروازه قرار نگرفتی؟ این سوال اینا رو باید بیان مردم بپرسن، رسانه ها باید بپرسن، منتقدین باید از اینا حسابرسی بکنن که آقا چرا شما با تمام توانتون بازی نکردید؟ آقای تاریم شما که اومدی توی بازی به اصطلاح یه کاری رو آسون بکنی، چرا چوب لا چرخ تیم ملی گذاشتی؟ آفرین، دقیقاً منظورم. آقای تاریم ما انتظارمون از شما خیلی زیاد. الانم شما برو سودای رفتن به اینتر رو داشته باش. آفرین. اینتر رفتن شما دردی از ما دعوا نمی‌کنه. شما اصلاً اومدی مانع یه افتخار بزرگ برای تیم ما شدی. اصلا منظور جان کسی که داره توی تیم می‌خواد مثلا پورتو بازی می‌خواد بره اینتر بازی بکنه برای فصل آینده، آقا تو تازه باید بیا یه عملکاری داشته باشی که حداقل تیم خوشحال باشه داره تو رو به خدمت میگیره. خب نه اینکه تو بشی ضعیف ترین بازیکن زمین. خب مثل این میمونه که شما بری تو آرژانتین، من عذرخواهم از دوستان لئو مسی، ولی مثلا لئو مسی بگم آقا شما چون مسی هستی همیشه تو ترکیب باشی، خب بعد لئو مسی بیاد بشه بدترین بازیکن زمین، ببین چقدر بده. وقتی تو یک تیمی شما میبینی بازی قبلی جلوی ژاپن همه هم قسم شدن که تیم بیاد بازی ببره به هوای تو، آقا تو هم صد تو بذار. خب جایی برای وادادن موشه. مهدی تارم تو بدترین زمان ممکن یه بازی ضعیف از خودش نشون داد و به جرئت میگم ایران که شاید 10 نفره بود بهتر از این بود که بخواد چیکار کنه، به تارمی بازی بکنه. اصلا من نمیدونم فرمت چه اتفاقی افتاد، ما این قطر رو 4-0 بردیم، اون بازی هم هیچ تفاوتی با این تیم نداشت. به خود ما نگاه کردیم همین تیم قطر بود. چی شد که اومدی سه تا از این تیم خوردین؟ آخه ما خیلی حرفه، هنوزم دارم میسوزم، چرا باید ما ژاپن رو ببریم بعد بیایم از قطر ببازیم؟ این آدم اینو کجای دلش بذاره؟ چیز کوچیک نیست آخه، مسئله تحقیرآمیز فرامرز، خیلی تحقیرآمیز. این یه بخش کاره، ببین یه بخش دیگه هم که من فکر میکنم فوتبالیستای تیم ملی ایران باید یاد بگیرن از الان، خب اینه که جدا از خودشون یه بحث فرهنگ سازی هم برای خانواده هاشون داشته باشن. هر کسی میبینی بازیکن تیم ملی میشه، جدا از خودش مادر و خواهر و برادر و غیرش هم میشه یکی از مراجع خبری که بیان به اون موضوع ریاکشن نشون بدن. بله. آقا سعید عزت‌اللهی اومده مثلا گریه کرده بعد از شکست ایران مقابل قطر، مادرش اومده استوری گذاشته طعنه انداخته به سایر مردم که آقا شما لیاقت ندارید. خب یعنی این دیگه واقعا تهش هستش که یعنی بازیکن‌ها جدا از اینکه باید یه کلاس برای فرهنگ سازیشون گذاشته بشه که آقا یاد بگیرید تحت هر شرایطی اگرم کسی از کار شما خوشش نیامد بهم پیش اعتماد، دیگه چه برسه به خود مردم، یه مقدارم مردم رو درک بکنه، شاید اونا مثل مشکلات داشته باشن زندگی خودشون. خب شما حق ندارید از مردم شاکی بشید
به خاطر اینکه آقا چیه از عمل کرده شما رضایت نشه، اصلا دوست نداشتن که چیکار کنه فرضاً ایران فلان بازی رو ببره. شما داره. حق نداره مردم گلایه بکنی بگی آقا چرا شما فرضاً چیز ناراحت شدی. خب به این درک برسی که شاید اونها هم زخم‌های بزرگتری دارن. خب به این درکه برسی، یک مقدار سعی بکنی بقیه رو درک بکنی، همیشه احساس نکنی، خودخواه نباشید، فکر نکنید که حق با شما هستش. الان سید عزت اللهی ناراحت بوده چیز نه، یه ریاکشن مادرش نشون داده، یه ریاکشن خواهرش نشون داده، فردا بعد منتظر چیز ریاکشن اهالی محلهشون باشیم تو بندر انزلی و غیر. آقا دیگه هر چیزی حد و حدودی داره. خب ببین یک ریاکشن بازیکن نشون میده، خب شما هم باید با این قضیه کنار بیای. مثل همه جای دنیا که فرضاً استقلال میبره، فرضاً پرسپولیس دوست نداره اون تیم برنده بشه، شما هم باید بپذیری که شاید یه عده‌ای دوست نداشته باشن شما پیروز بشی. خب پس بعد به عقاید بقیه احترام بذاری. این مسئله خیلی مهمه، نه که به چیزی متوقع بشی از بقیه گلایه بکنی، بقیه آقا شما لیاقت ندارید. خب این کسایی که در واقع در حال حاضر میبینی خب شاید دلخوری هایی داشته باشن، اینا همونایی هستن که شما نگاه بندازی 2018 ایران اومد گل زد به پرتغال غیره، چقدر اومدن شادی کردن. خب شادی پس کردن. خودخواه نباشین، فکر نکنه همش حق با ما هستش، ما خیلی میفهمیم از بقیه. این خیلی موضوع مهمیه به نظرم که باید بهش اشاره بشه. فرماس اگه آیتم آماده است بریم آیتم با هم دیگه تماشا بکنیم، بعد برمیگردیم اینجا خدمت شما، ادامه برنامه رو پی میگیریم. دقیقاً در این دوره جام ملت‌های فوتبال آسیا یکی از تیم‌های شگفتی ساز بود. تیمی که پیش از آغاز تورنمنت نمایش مطلوبی را در بازی‌های تدارکاتی و مقدماتی جام جهانی 2026 به نمایش نگذاشته بود و حتی خوشبین‌ترین هواداران این تیم هم احتمال صعود اونا به بازی نهایی جام 18ام رو نمی‌دادند. پسران حسین عموته اما کاری کردن کارستون و موفق شدن با شکست 2-0 کره جنوبی در مسابقه‌ای که حقشون شکست نبود، برای اولین بار جواز حضور در بازی فینال مهمترین تورنمنت فوتبالی قاره کهن رو به دست بیارن. اردنی‌ها در این بازی‌ها یک ستاره فراموش نشدنی داشتن، ستاره‌ای که روی آسمون نه بلکه با نام موسی التعمری و در مستطیل سبز کارش رو به نحو احسن انجام میده. درخشش التعمری به اندازه‌ای بود که باید گفت 90% روند صعود این تیم به فینال روی دوشش بود. بازیکنی که بی تردید پس از پایان بازی‌ها و بازگشت به اردن پیشنهادات زیادی رو از کشورهای حاشیه نشین خلیج در جیب خواهد داشت. خب آیتم رو تماشا کردید، امیدوارم که از همچنین آیتم لذت برده باشید. البته که لذتش چی بگم دیگه، تیم ملی ما فینال نیست، هرچی هم پخش کنیم دردآور میشه دیگه. فرامرز حالا امشب هم بازی خیلی حساسی داریم تو سری آ ایتالیا، اینتر با آسروم قراره که بازی بکنه، آسرومی که سرلار آزمون رو توی لیست اصلی خودش قرار داده، آقای دروسی مثلا که اعتقاد داره به سرلار آزمون. باید ببینیم که اینتری که با یه بازی کمتر الان تو سر جدول سری آ هست چجوری عمل خواهد کرد و بالاخره بازی حساسی است. دیشب هم سالرنیتانا تیم انتهای جدولی باخت دیگه، به 3-1 باخت به امپولی رده 15 و امروز هم خبر رسید که مثل اینکه فیلیپ اینزاگی اخراج شده و اخراج شد دیگه، حیف شد دیگه. آقا این چی بگم، تو زمین خودت هم نمیتونی ببری سالرنیتانا و یه فکری میکردی توی آرکی بیای ببازی به امپولی، درد بزرگه. ولی خب دیگه تو ایتالیا مسابقات با هیجان خیلی زیادی داره پیگیری میشه. منصور از اول بازی ها که جام ملت ها رو ما آغاز کردیم، سوزنش روی سالرنیتانا و آقای اینزاگی گیر کرده. خب خدا رو دیگه. 100,000 مرتبه شکر آقای اینزاگی اخراج شد. خب دیگه. که حداقل مسعود دست از سر ما با سالرنیتانا برداره. حالا از اونش بگذاریم، دو تا بازی مهم دیگه هم داریم، بازی رئال و خیرونه هستش. امشب خودم گزارش میکنم اون بازیو.
جدا از اون بازی تیمای بایر مونیخ، خب بایر لورکوزن هم هستش. اوه 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 چه بله. بازی همزمان هم هستش آخه، من اصلا جفت بله. بازیاشون بله عجب بازی جذابی. ما رئال خیرونا رو بله. پخش دیشب میکنیم. دورتموند تو وستفالن 3-0 زد فرایبورگ رو، عجب اونم بازی شد. بالاخره فرایبورگ اومد اینجوری باخت به دورتموند. بعد ببینیم که در ادامه چه اتفاقی افتاد. لورکوزن علی ظاهر دست از این سر جدول بر نخواهد داشت نه. و بایر مونیخ هم تو اون وضعیت خیلی خوب خودش قرار نگرفته. این بازی رو هم فکر کنم بیشتر کفه ترازو به سمت لورکوزنی ها باشه. لورکوزن الان در حال حاضر گادمود شوشن شده، صغیر و کبیر نمیشناسه، همه رو داره از دم تیغ میگذرونه. یادت باشه اینو بازی رفتش که تو بوندسلیگا، چون من بازی رفتش رو داشتم گزارش میکردم منصور، خب خیلی تیم گردن کلوفتی لورکوزنه. بله بله. دقیقه 92 بود، چیکار کردن؟ گل مساوی هم به بایرن زدن تو آلیانز آرنا، از بایرن مساوی گرفت. گریمالدو بله. که بال چپشون بازی بود، چه کاشته واقعا بله. محشری زد بله. به تیم چیز بایرن مونیخ، واقعا تیم خوبی ساخته ژابی آلونسو، بی‌نظیره. بازی امشب رئال خیرونا هم خیلی حساسه، خیلی حساسه. خیرونا نشون داده که حالا در ادامه فصل خب، یعنی بازیش اینو به ما نشون داد که تیمی نیست که به راحتی بشه از صدش گذشت، و حالا این فصل خیلی جون گرفته. باید ببینیم که از اون تیمایی هست که بدنه فوتبالیش قوی باشه و بتونه در ردی مدعیان قرار بگیره. البته که بازی امشب بر اساس خیلی از اون احتمالاتی که داده شده، بیشتر ماجرا به سمت برد رئال مادرید پیش میره. البته باید ببینیم که نتیجه چه خواهد شد. حتی من سو جونگی کلیتش بریم یواش یواش جمع بکنیم سمت بازی قطر و اردن. بله عجب بازی، چون زمان زیاد نداریم. و اینم بهتون بگم، میگم عجب بازی، خیلی دردآوره ها. کاش میدیدیم این ور ماجرا اگه اردن این ورم ایران میشد، و من خیلی امیدوار بودم فرامرز. ما به راحتی هر چه تمام‌تر واقعا مفت قهرمانی رو از دست دادیم. به لیاقت منصور جون، لیاقت بله، لیاقت مسئله مهمیه، هم عقیدم. آره خب، تو این فرصتی که باقی مونده میخوام اینا بهتون اشاره بکنم. بعد از پایان بازی قطر و اردن در فینال جام ملت‌های آسیا، یک بخش دیگه هم داریم از برنامه خودمون، صحبت‌های خیلی مهمی رو قرار براتون مطرح بکنیم، نه فقط در خصوص پرشن، بلکه در خصوص ما بقیه شبکه‌های خودمون، و کلی براتون موضوعات جالب داریم که می‌خوایم مطرح کنیم. خیلی خیلی صحبت هایی هستش که توی این مدت بهشون پاسخ ندادیم. بله. به خیلی از سوالات الان زمانش رسیده که در مورد خیلی از موضوعات صحبت جامعی داشته باشیم، اطلاع رسانی خیلی خوب براتون داشته باشیم. البته خبره خیلی خوب، خبره خیلی خوبی هم براتون داریم. در این بین بریم نگاهیم به بازی قطر و اردن داشته باشیم. بله. ترکیب تیم قطر رو نگاه انداختی، حسن الهیدوس بله. تو ترکیبشون قرار گرفته، اکرم عفیف اول گذاشتن تو زمین، معزله تو ترکیب. چه تیم خوبی هم داره قطر برای این بازیه. کفه ترازو به نفع سنگینی میکنه جلو اردن دیگه. خب نمیدونم در این چند سال اخیر واقعا فکر کنم شاید بی‌رمق ترین فینال بتونیم بگیم، چون دو تا تیم عربی از غرب آسیا توی فینال، نمیدونم. البته این دو تا تیم عربی که داریم میگیم، یکیش عربستان نیست، یه تیم ناشناخته مثل اردن و یه تیم تازه مثل قطر دیگه، تازه به رده مدعیان، تازه به دوران رسیده بگیم بهتر نیست. واقعا قهرمان نشدی، اینا خیلی سرمایه گذاری میکنن، شاید خیلی از طرفدار قطر این برنامه رو ببینن. بگیم تازه به دوران رسیده، طرفدار میگن قطر بین اسپورت میبینن. من سوجون نگران طرفدار قطر تو پرشیانه نباش، نه با میگن چرا به بین اسپورت دارن، تا دلت هم بخواد آقا میگن چرا به تیم میگید تازه به دوران رسیده. ولی خب بله، اون دیگه هم نگاه آقا نیستن، سرمایه‌گذاری کردن، لیگ خوبی الان دارن، ولی با توجه به همه اینا بازم واقعا حیف که یه تیم درست حسابی توی فینال نیست، مثل ایران، ژاپن، کره، عربستان، استرالیا، ولی هیچ کدوم نبود. آره حالا یه آیتم آماده کردیم، این از اون آیتمایی که بریم نگاه کنیم بعد یه ذره اشک بریزیم. نه من که اشک نمی‌ریزم آقا، ولش کن. با آیتم در خصوص حذف ایران هستش، بریم تماشا بکنیم، همراهتون هستیم. پایان خوش، انگار این بارم نشد آخر داستانمون خوش باشه، انگار همیشه باید کارمون به یه جا گره بخوره، انگار نرسیدن به فینال یه عادت شده برامون، عادتی که باید برای ترک کردنش 4 سال دیگه هم صبر کنیم.
4 سال دیگه هم انتظار بکشیم. تو شبی که همه آماده بودیم جشن فینال رو بگیریم، تو شبی که همه نگاه ها به بازی مقابل اردن بود، کارمون جلوی اکرم عفیف و هم تیمی هاش گرفت. هرچی به پایان بازی نزدیک می شدیم، ناامید و ناامیدتر می شدیم تا بالاخره سوت پایان بازی زده شد. صدایی که روایه تلخترین خبر ممکن برای ما بود. صدایی که همه ما رو توی بغض و حسرت فرو برد. یه عادت دیرینه که انگار قرار نیست حالا حالاها ترک بشه. یه قصه بزرگ که برای ما 52 ساله شد. حالا با کلی امید و آرزویی که داشتیم دیگه باید منتظر تغییر نسل این تیم باشیم و چشم به آینده بدوزیم که شاید روزای خوش ما توی همون آینده باشه. خب دوباره برگشتیم به استودیو پرشن اسپورت. دیگه زمان زیادی هم نداریم، با شما خدافظی میکنیم تا بریم برای یه بعد از بازی. خدا نگهدارتون دوستان. برگشتیم به استودیو پرشن اسپورت، همراه شما عزیزان هستیم. جام ملت‌های آسیا با قهرمانی قطر به پایان رسید. تونستن 3-1 با 3 پنالتی ملی اردن رو شکست بدن. مرسو جان دوباره با تو همراه هستیم. خواهش می‌کنم. بازم سلام می‌کنم خدمت شما بیننده عزیز. فرمرز گفتی که برگشتیم تا حال هوای مسابقات این رقابت‌ها رو بدون که داره تمام میشه به شما بازتاب بدیم، ولی دیدید دیگه چه اتفاقایی افتاد. با 3 پنالتی که واقعا بعضیش بحث انگیز بود، قطر تونست اردن رو شکست بده. اردن چیکار باید می‌کرد؟ هی باید گل می‌زد، از اون پنالتی می‌گرفتن دیگه. برای قطر فوتبال اینجوری اگه باشه دیگه من باید یه چیز دیگه بگم. امانت قضیه چیز افتادن، جواد رضویان افتادن. بگو اونو بگو. کنار چیز بود، مهران مدیری بود، داشت بستنی می‌خورد. خب میگفت دلت نخواد. خب الان یاده قهرکات قضیه چیزه منصور، واقعا خب قطره این دونه دونه داشت پنالتی میگم، بقیه میگه دلت نخواد. خب دیگه آره، یعنی شانس هم داره قطر رو. یکی پنالتی، دوتا پنالتی، اینا سه تا. واقعا خوشتون نمیاد؟ خوشتون اگه ادامه پیدا میکرد بازم بگیم که چهارمین پنالتی. آخه اینجوری که نمیشه. اول و مهمتر از همه این که کمتر کسی فکر میکرد که قطر بیاد در جزء این مدعی قرار بگیره و بعد عنوان قهرمانی هم به دست بیاره، در حالی که تیمای خوب مثل کره جنوبی، استرالیا، ژاپن، تیم ملی فوتبال کشورمون تو این رقابت‌ها بودن، عربستان، حتی تیم قطر عنوان قهرمانی به شکل متوالی به دست آورد. واقعا حرف و حدیث ها ادامه پیدا خواهد کرد. بالاخره همون ماجرایی که تو بازی با تیم ملی فوتبال کشورمون تکرار شد، بالاخره اون صحنه، چون بالاخره اکرم عفیف واقعا شانسی نداشت با بازی هم که داشت انجام میداد. قطری‌ها نمی‌تونستن موقعیت سازی بکنن. ما بازی رو دیدیم، بازی دست اردنی‌ها بود، ولی خب قطر به واسطه حالا اصل کاری این بود. اصل کاری اگه اون چیزی رو بگیم پول تاثیرگذار بود، تراکنش موفق بهتر است. خیلی مهمه ها، خیلی افتخار بزرگیه. دو دوره اومدن قهرمان شدن، در شرایطی که قول های فوتبال آسیا اون کنار وایسادن، قطر اومده
قهرمان شد. مردم کشورشون میگفته قهرمان میشید یا نه قهرمان نمیشدن، باور خودش فکرش نمیکردن. فرام از کسی باورش نشده هنوز که قطر دوباره قهرمان شده، مخصوصا تو این دوره واقعا کره خیلی خوب بازی میکرد. دقیقاً کره اونجوری شد، ژاپن اینجوری، توی ملی حتی کشور خودمون خیلی خوب بازی کرد. ما چجوری میتونیم از اینا بگذریم؟ یعنی واقعیت ها رو باید توی فوتبال بگیم و ببینیم دیگه. واقعا قطر شانسی نداشت، واقعا جلوی قطر تر زد. منصور با این بازی که انجام داد واقعا تر زد با گلی که دریافت کرد. حالا ولش کن دیگه، جام ملت ها که تموم شد. ولی واقعا نهایت... شما تشکر میکنم بیننده عزیز، در طول رقابت ما رو همراهی کردید. این حضور صمیمانه شما رو هیچ وقت فراموش نمیکنیم. تمام دوستان ما هم در این برنامه زحمات خیلی زیادی کشتن تا این بازی ها رو به شکل زنده برای شما آماده بکنن. دوستان عزیز ما که این بازی ها رو گزارش میکنن، جز یکی از دوستای خوبمون هم فرامرجان هست که این بازی ها رو، بعضی از بازی ها رو گزارش رو زحمتش رو کشید. تشکر باید بکنیم، بالاخره کسانی هستن که شما ندیدینشون و ما سعی میکنیم که حتی دورا دور از این دوستان یاد بکنیم. دقیقاً. حالا دیگه بخش انتهای برنامه‌مون هستش، یعنی یواش یواش نزدیک میشیم به آغاز بازی رئال و خیرونا از لالیگا اسپانیا. بازی فوق‌العاده حساس است، همزمان هم باش بایر لورکوزن و بایر مونیخ بازی حساسی داره. به یه سری از سوالای خیلی مهم اومدیم پاسخ بدیم تو پرشن اسپورت، به هر حال در ویژه برنامه که تو جام ملت آغاز کردیم صرفاً استریم کردیم که استارت کار رو زده باشیم. شاید اونطوری که شما انتظارش داشتید نبود، اما خب با کلی خبر اومدیم خدمت شما. و اولیش هم میخوام با من همکار خوبم منصور آغاز بکنم. منصور جان اولیش رو به تو میسپارم، خبر اول ما بگو. واقعا از شما سپاسگزاریم، در طول این رقابت ما رو همراهی کردیم. ما اینو قلبا میگیم، حس کردیم، بودن شما رو حس کردیم، انرژی خیلی خوبی از شما گرفتیم دوستان. اینا از صمیم قلبمون به شما میگیم و شما هم میدونم که باور دارین این صمیمانه کار کردن ما رو میدونید. دوستان ما 24 تا کانال تلویزیونی مختلف داریم و تلاش میکنیم بهترین ها رو پوشش بدیم و برای هر سلیقه ای ما یه شبکه ایجاد کردیم. دوستان شما میدونید چقدر کار تلویزیونی کار سنگینی هست، چقدر تولید برنامه کار سنگینی هست، ولی دوستان ما با خلوص نیت این کار رو انجام دادن و سعی کردن تو بهترین ها رو برای شما آماده بکنن. دقیقاً. و اینا من بگم به خدمت شما که پرشن اسپورت اصلا گروه شبکه‌های پرشنای گروه تلویزیونی آزاد و خصوصی هستش و افتخار می‌کنیم که ما مخاطبای خوبی از جنس شما داریم. با حمایت‌های شما بود که ما تونستیم تو جام ملت‌های آسیا حتی به رکورد 85 میلیون بیننده برسیم و خیلی از شما سپاسگزاریم و افتخار میکنیم که مخاطبای خوبی از جنس شما داریم توی شبکه خودمون. این رو هم من بهتون بگم، من فرامرز، که از هفته آینده برای شما ویژه برنامه تخصصی در فوتبال اروپا و همینطور فوتبال داخلی در نظر گرفتیم. هم قرار لیگ برتر رو پوشش بدیم و هم مسابقات فوتبال در اروپا رو. از این بهتر چی دیگه میخواین شما؟ دقیقاً. البته با یه برنامه‌ریزی خیلی منظم و البته آیتم‌های بسیار تخصصی. و اینم بهتون بگم که این شروع پرشن اسپورت در بخش ورزشی خودش هستش و برنامه‌های فوق‌العاده متنوعی هم در فوتبال اروپا و هم در فوتبال داخلی براتون در نظر گرفتیم. منصور جان صحبت دیگه ای داری؟ خواهش میکنم، بازم از شما خیلی سپاسگزارم از این همراهیتون و فرامرز پایان صحبت رو بهتون میسپارم. از بیننده های عزیز خداحافظ. اینم من بهتون بگم که شما بیننده های عزیز اگر در فوتبال داخلی خودم میرید مثلا برای تماشای مسابقات، رویداد خاصی هستش که در نظر میگیرید، فرضاً در هر کدوم از بازیه که میری به ورزشگاه اگر احساس کردید مورد جذابی هستش، حاشیه چیزی در حین بازی مشاهده کردید، میتونید برای ما در پرشن اسپورت ارسال بکنید. ما در ویژه برنامه تخصصی خودمون برای لیگ داخلی ایران حتما اونا رو پوشش میدیم، بهشون اشاره خواهیم داشت. هر موردی که حاشیه بود، احساس کردید اتفاق خاصی میفته در حین تماشای بازی، شما میتونید به نوعی یک گزارشگر و خبرنگار برای شبکه خودتون پرشن اسپورت باشید. پس این رو هم فراموش نکنید که ویژه برنامه‌های تخصصی ما در فوتبال اروپا و لیگ داخلی ایران از هفته آینده پخش میشه. و در بخش پایانی صحبت‌های خودم بهتون بگم که دیگه زمان هم زیاد نداریم، یک دنیا سپاسگزارم که پرشن اسپورت رو تا اینجا کار هم تماشا کردید و همراهی میکنید. بریم کم کم آماده بشیم برای گزارش بازی رال و خیرونا. منم از شما خداحافظی. خدا یار و نگهدار. خدا نگهدار.